برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. وزیر کشور عراق و رئیس کمیته عالی امنیتی زیارت اربعین روز چهارشنبه 15 شهریور گفت که هیچ گونه مورد امنیتی در طول ایام اربعین رخ نداده است. وی در نشست خبری مشترک با نخست وزیر عراق در شهر کربلا معلا اظهار داشت. طرح اربعین امسال زود آماده شد و پیش از آن نیز عملیات‌های امنیتی و اطلاعاتی برگزار شد که مرکزیت آنها استان‌های نزدیک کربلا مقدس بود. رئیس کمیته عالی امنیتی زیارت اربعین در پایان گفت فرماندهی نیروی هوایی ارتش نیز در طول ایام اربعین عملیات شناسایی هوایی انجام می‌دادند. واکنش‌های تند انتقادی به سیاست دولت مکرون علیه پوشش اسلامی به رهبران سیاسی محدود نشد و امروز هشتگ عبایا در فرانسه ترند شبکه اجتماعی ایکس شده است. تا کنون هزاران کاربر این شبکه اجتماعی با هشتگ عبایا نسبت به سیاست‌های تبعیض‌آمیز دولت فرانسه که پوشش اسلامی را محدود می‌کند اعتراض داشته، روندی که در دیگر شبکه‌های اجتماعی همچون اینستاگرام و تیک تاک نیز نمود یافته است. وزارت ارتباطات عراق اعلام کرد که در ایام اربعین بیش از 30 میلیون کاربر از اینترنت رایگان استفاده می‌کنند. این وزارتخانه در بیانیه‌ای که خبرگزاری اخبار شیعه آن را دریافت کرده گفت با فرارسیدن آخرین روزهای زیارت اربعین، آمارهای فنی مراجع ذی‌صلاح استفاده بیش از 30 میلیون کاربر اینترنت رایگان را در شهرهای کربلا، نجف، کاظمین، سامرا و گذرگاه‌های ورودی مرزی چذابه، شلمچه، خسروی و مهران ثبت کرده است. وزارت ارتباطات عراق تأکید کرد با انجام اقدام‌های فنی و پشتیبانی‌های لازم برای اولین بار خدمات اینترنت رایگان در مسیرهای رفت و آمد زائران اربعین و گذرگاه‌های ورودی مرزی در سال جاری در عراق صورت گرفت.